با درود به شما دوستان، سپاسگزارم که این کانال رو انتخاب کردید و به حسن سلیقه‌تون تبریک میگم. من رضا هستم و خوشحالم که این ویدیو رو تماشا میکنید. امشب از یک شب و یک غروب فوق‌العاده زیبای تابستونی شهر اسبرگ دانمارک دارم با شما صحبت میکنم. همینجور که پشت سر من میبینید هنوز کامل تاریک نشده و شما این غروب زیبا رو پشت سر من میبینید. گفتم که بد نیست که یک فرصت خوبیه و بیام این ویدیو تفاوت دانمارک و فنلاند رو بیرون برای شما ضبط بکنم و این غروب زیبا رو با همدیگه شریک بشیم. خب دوستان، همونجوری که گفتم و از تامنیل هم دیدید، میخوام راجع به تفاوت دانمارک و فنلاند با شما صحبت. اول نمیخواستم بیام این ویدیو رو ضبط بکنم چون که واقعا مشخصه دانمارک کجا، فنلاند کجا. از هر کسی بپرسید به شما میگه برو دانمارک، دانمارک خیلی کشور بهتریه، ولی گفتم که بیام اینجا با فکت و عدد و رقم و اینکه دلایل محکم با شما دوستان صحبت بکنم و نظر شخصی خودم رو به شما بگم که چرا به نظر من دانمارک بهتره. این همسایه نامرد ما هم داره کباب درست میکنه، دل ما رو آب کرده، بوش بلند شده اینجا، نمیشه برو شیر کرد با شما. ولی خب ولی من یک شنبه براش دارم لمچاب میگیرم و خلاصه تلافیش رو سر این همسایه عزیز در میاریم. خب دوستان بریم سراغ تفاوت‌ها. همونجوری که میدونید همیشه با شاخص‌های اقتصادی شروع می‌کنم. مهمترین شاخص جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی دانمارک 61000 دلار به ازای هر نفر و فنلاند 42000 دلار به ازای هر نفر است. می‌بینید که یک تفاوت فاحش بیش از 10000 دلاری دارن این دو تا کشورها با هم دیگه. همین یه دونه شاخص رو اگر به من بگن اصلا کامل میگم خب اون کشوری که 10000 دلار تولید ناخالص داخلیش بیشتر هست مسلما کشور بهتری هست برای مهاجرت، که قطعا دانمارک خواهد بود. شاخص نرخ بیکاری، دانمارک نرخ بیکاری کمتری از فنلاند داره و همچنین در شاخص نرخ تورم دانمارک نرخ تورم کمتری از فنلاند داره. سه تا شاخص اول و مهم اقتصادی که برای مقایسه کشورها من همیشه از اونها استفاده میکنم، خب در این مقایسه به نفع دانمارک تموم میشن و به صورت کاملا واضح و به قول انگلیسی ها دوباره hands down to دانمارک. یک کشور فوق العاده است دانمارک. من گفتم کمتر کشوری پیدا میشه که بتونه با دانمارک رقابت بکنه. مطلب بعدی موقعیت جغرافیایی این دوتا کشور هست، که کشور فنلاند مرز زمینی با سوئد و روسیه داره و کشور دانمارک مرز زمینی با آلمان داره. من به شخص ترجیح میدم که کشوری که میخوام مهاجرت بکنم مرز زمینی با آلمان داشته باشه تا با روسیه داشته باشه. و همچنین از نظر باز بغیر از همسایه اگه بخوایم حساب بکنیم، از نظر موقعیت دقیق جغرافیایی دانمارک یه مقدار مرکزیت بهتری داره در اروپا نسبت به فنلاند و از نظر موقعیت جغرافیایی هم ما یک امتیاز دیگه به دانمارک میدیم. نکته بعدی آب و هوا هست، که البته خب کشور فنلاند کشور کشیده‌ای هست مثل نروژ هست و اگر قسمت جنوبی و همون هلسینکی یا پایتختش رو بخوایم بررسی بکنیم، زمستون‌ها معمولاً تا منفی 7 میره، دماش میره پایین و تابستون‌ها هم حدود 20 درجه. کوپنهاگ دانمارک هم همون منفی 2-3 درجه میشه، به اضافه اینکه تابستون‌ها هم تا 24-25 درجه میشه. تقریباً میشه گفت دمای دانمارک یک مقداری بهتره، گرچه دانمارک هم همین محدوده آب و هوایی بیشتر دیگه تغییر نمی‌کنه. خب فنلاند، اگر شما قسمت شمالی فنلاند بخواید زندگی بکنید، خب اون بحث اساس زندگی، چون که نزدیک قطب هست، خب زندگی خیلی سخت‌تر میشه، دما تغییر دما خیلی بیشتر هست، دما خیلی سردتر هست و زندگی رو خیلی سخت میکنه. ولی از نظر آیتم آب و هوایی یه نیمچه امتیاز هم به دانمارک میدیم. مطلب بعدی دوستان زبان دو تا کشور هست. اونا که فنلاندیان اینا هم دانمارکی هستن، 0 برای هر دو تا کشور به خاطر زبانشون. این هم در نظر بگیرید دوستان، اگر شما بخواید این کشورها مهاجرت بکنید راه در روی نداره، زبانشون رو باید یاد بگیرید. حتی اگه دانشگاه برید رشتهتون که رشته که انتخاب کردید به صورت انگلیسی تدریس بشه، به هر حال راه در روی نداره، باید زبان این دو تا کشور رو یاد بگیرید، پاس بکنید تا بتونید ویزای دائم و در نهایت پاسپورت این کشورها رو بگیرید. مطلب بعدی دوستان سختی دوست پیدا کردن هست، که اصلا کلن اسکاندیناوی سخت است دوست پیدا کردن، ولی طبق اون جستجویی که من انجام دادم تو اینترنت نظرها بیشتر به این سمت بود که فنلاند باز هم یک مقداری سخت‌تر از دانمارک میشه دوست پیدا کرد. فکر می‌کنم دلیلش اینه که خب دانمارک کشور کوچکتری، البته
اگر اون قسمت گرینلند رو حساب نکنیم، خود همین قسمت دانمارکی که ما الان هستیم که کوچیک‌تره و جمعیتش هم 5.8 میلیون نفره، فنلاند خیلی وسعتش بیشتره، جمعیتش هم همین 5-6 میلیون نفر هست و شما اون تراکم جمعیت کمتری رو شما مشاهده میکنید در شهرهای فنلاند نسبت به دانمارک. اگر آوتدور برید، توی نیچر برید، میبینید خب افراد کمتری رو میبینید قاعدتاً، چون که تراکم جمعیت کمتر هست و اون بحث دوستیابی رو یک مقداری سخت‌تر میکنید، چون که خلوت‌تر قاعدتاً باید باشه فنلاند نسبت به دانمارک. و باز هم یک امتیاز دیگه میدیم به دانمارک. مطلب بعدی دوستان، مدت زمان دریافت پاسپورت هست که در فنلاند 4 سال طول میکشه شما اقامت دائم بگیرید و 2 سال بعدش به شما پاسپورت میده. دانمارک میتونید شما 4 ساله اقامت دائم رو بگیرید و بعد از 9 سال شما میتونید، یعنی در واقع 5 سال بعد از اون شما میتونید ویزا پاسپورت یا شهروندی کشور دانمارک رو بگیرید. پس نشون میده که فنلاند 3 سال زودتر شما میتونید پاسپورتتون رو بگیرید، گرچه ویزا به ویزا متفاوت هست، بستگی داره که تایپ ویزای شما چی باشه، ولی به صورت اوریج فنلاند 2-3 سالی زودتر از دانمارک به شما پاسپورت میده. یه دونه امتیاز هم بدیم به فنلاند، حالا دوستانی که رفتن فنلاند زیاد ناراحت نباشن، حالا پاسپورتشون یه 2-3 سالی زودتر میگیرن از دانمارکیا. مطلب بعدی دوستان در مورد قدرت پاسپورت هست که من بیشتر امتیاز رو به اون پاسپورتی میدم که موبیلیتیش بهتر باشه، یعنی سفر کردن به کشورهای مختلف بدون ویزا یا ویزا در بد و ورود، که فنلاند 170 کشور شما میتونید برید، دانمارک هم 169 کشور، یک کشور بیشتر با هم دیگه اختلاف ندارن. پاسپورت این دو تا کشور از نظر موبیلیتی با هم برابره، اما چون که قدرت نظامی دانمارک بیشتره به دلیل اینکه دانمارک عضو پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو هست، ولی فنلاند جزء پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو نیست، به خاطر همین به نظر من پاسپورت دانمارک قدرت بیشتری داره. فنلاند هم حالا داره زور میزنه، یک اپلیکیشن رو در واقع سابمیت کرده به سازمان ملل و به این کشورهای ناتو که میخواد عضوشون بشه. با همین جنگ اخیری که در اوکراین هم اتفاق افتاد، اونها یک مقدار احساس خطر میکنن، بهتره که جزء ناتو بشن، کشورها قدرتمند بتونن ازشون حمایت بکنن در صورت حمله کشورهای خارجی. به خاطر همین فنلاند هنوز عضو ناتو نیست. من یک امتیاز مثبت دیگه به دانمارک و به خاطر قدرت بیشتر پاسپورت و همچنین قدرت نظامی بیشتر، یک امتیاز دیگه در کفه ترازوی دانمارک میذاریم. مطلب بعدی دوستان، تحصیل مجانی. همونجور که میدونید تحصیل در کشور فنلاند و همچنین دانمارک برای شهروندان خودشون، نه برای خارجی ها، مجانی هست، هزینه پرداخت نمی کنن و همچنین درمان هم مجانی هست. همینطور که میدونید کشور اروپایی معمولا درمانی عمومی دارن برای همه و درمان برای همه مجانی است. یکی یه امتیاز مثبت به هر دو میدیم. مطلب بعدی در مورد مالیات، که خب دانمارک مالیاتش 3-4% بیشتر از فنلاند مالیات میگیره. میتونیم حالا یه نیمچه امتیاز این وسط به فنلاند بدیم، ولی خب چیزی از ارزش‌های کشور فوق‌العاده دانمارک 4% مالیات بیشتر کم نمی‌کنه. مطلب بعدی دوستان در مورد امنیت هست. هر دو تا این کشورها از امنیت فوق‌العاده برخوردار هستن، هم امنیت اجتماعی از نظر جرم و جنایت و این چیزا و همچنین امنیت شغلی. هر دو تا کشور داره امنیت بالایی هستن، گرچه توی دانمارک طبق تجربه شخصی من اینکه اصلا نیاز به اون امنیت شغلی هم نبود، انقدر کار زیاد و شرکت ها و بیزینس ها و اینها زیاد و فعال هستن که شما بیکار نمیمونید اگر کار خودتون رو بلد باشید. هیچ موقع در دانمارک من میتونم اینو گارانتی بکنم که بیکار نخواهید بود. و اینکه فنلاند هم به همین شکل کشور بزرگ، جمعیتش کمه، قاعدتا نیروی کار باید با دردسر کمتری بتونه کارش رو پیدا بکنه، به خاطر همین از نظر شاخص امنیت اجتماعی و شغلی یک امتیاز مثبت به این دو تا کشور میدیم. مطلب بعدی دوستان در مورد سطح زبان انگلیسی مردم اون کشور هست که چقدر تحصیل کرده هستن و میتونن با خارجی ارتباط برقرار بکنن. هر دو تا کشور تاپ لول هستن، مردمشون به راحتی انگلیسی صحبت میکنن. دانمارک من تا حالا به هیچ مشکلی برخورد نکردم و خیلی راحت هر جا میریم همه انگلیسی صحبت میکنن، کارتون راه میفته. در فنلاند هم طبق تحقیقی که انجام دادم به همین شکل است،
مردمش. خب خیلی کار راحت میکنه دوستان، وقتی که شما میخواین به یه جای مهاجرت بکنید در همون اوایل کمیتتون لنگه به قول معروف و نمیتونید زبان اون کشور رو صحبت بکنید، خیلی خوبه که مردم اون کشور بتونن انگلیسی صحبت بکنن، شما کارتون رو راه بندازید، خیلی به شما کمک میکنه و اینکه باعث میشه که یک مهاجرت راحتتری رو، یک زندگی راحتتری رو شما در اون کشور تجربه بکنید. و مطلب آخر، امتیاز منفی برای هر دو تا کشور، کشورهای گرونی هستن و خب ما همیشه اینجا که خرید میکنیم انگار سر گردن است. اگه بخوایم با آلمان یا انگلیس بخوایم مقایسهشون کنیم، واقعا کشورهای اسکاندیناوی به دلیل اینکه خیلی از مالیات زیادی رو هم میگیرن، به خاطر همین قاعدتا قیمت‌ها خیلی بیشتر هست از مثلا آلمان یا از مثلا فرانسه یا انگلیس. و خیلی از دوستان میگن که خب حقوقاشون هم بالاتره. درسته حقوقاشون بالاتره، ولی اون حقوق بالاتر اون تفاوت قیمت بیشتر رو جبران نمی‌کنه. خب دوستان، خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. یک مقایسه خیلی کوتاه بود از دانمارک و فنلاند. به نظر من، نظر شخصی من است، اگه یکی از من بپرسه بگه که کجا برم بین فنلاند و دانمارک موندم، قطعا چشم بسته دانمارک. اصلا حرفشو نزنید، به قول انگلیسی ها don't think twice، یعنی دوبار اصلا فکر نکن در موردش، چشم بسته بیا دانمارک. دانمارک خیلی کشور بهتری هست نسبت به فنلاند. ولی اگر مثلا یکی از دوستان ممکنه بگه آقا مثلا من یک فاندی گرفتم، یک موقعیت خاصی داره که میتونه بره فنلاند، حالا پول دانشگاهش مجانی در بیاد، بره فنلاند بهتره، حالا اون پولو نده به دانمارک، بره اونجا مجانی تحصیل بکنه. ولی در حالت عادی اگر شرایط برابر هست، هیچ امتیاز خاصی رو شما نمیگیرید اگه برید فنلاند، یا هیچ امتیاز خاصی رو نمیگیرید اگه برید دانمارک، بین این دو تا کشور موندید، به نظر من دانمارک رو انتخاب بکنید. چشم بسته اصلا فکر نکنید، ضرر نخواهید کرد. دوستان خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید و دوست دارم خط بکنم به این شعر زیبا از خیام که میفرماید ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شماریم، فردا که از این دیر فنا درگذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. امیدوارم که همیشه سالم، ثروتمند و سعادتمند باشید و در دوراهی انتخاب فنلاند و دانمارک، حتما دانمارک رو انتخاب بکنید. تا ویدیوی دیگه، شب بخیر، فعلا خدا نگهدار.